السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء حلقة هسه حلقة هسه فاصلة هبدهم مضمون داستان مضمون تلسم باغ پازهر فصل هبدهم تلسم باغ پازهر امیر ارسلان نامدار همشه سر چه بستر راحتا چه چست کو به همام ربط سر و کلی و تی سپای داد و شش تی چه همام دانات سر دام پادر لباس و مرسین و جه شوکین گوری کو به با بارگاه ربط به تخت سلطنت به متکای زرنگاری تکی داد و اقبال شاه و شاروخ شاه و ملک شاپور به سمت چپ و راست آرام گفتم بارگاه آراسته بید سنبهنک بید سر کله آسپ وزیر و شمس وزیر چه دور و نمایان بید ظاهر بیدن و جا در برابر تخت تعظیم کتو امیر ارسلان چه آیگا آنی خوشنود و خوشحال بید اول پرسی یکادگر کو و حالشونی کت هر یک که به جای وقت قرار گفتن امیر ارسلان چه جنگ و کشک بیگ ملک جان شاه تعریف کت و آسپ وزیر و شمس وزیر آپرین گوشتن تو ساکیان مای به گردش درار تو بزم سم بهینک بیت امیر ارسلان به شاروخ شای گوشت قربان ببین چه ای مکان تا باغ پازر چین چو راه هسته شاروخ شای گوشت اگر خود ما سوار به اسپان برمی چار پنج ساعت طول کشیدین اگر به دوش اپریتان سوار بین یک ساعته به با باغ پازر رسین امیر ارسلان گوشت به پرمای مرکب بیارن و سوار بین سیل کنان کنین رین و بروی ملک شاپور چه جاگه پاده تعظیم کت و گوشتی عرضی کت ملک شاپور قربان بموما شهر و دشت پازر به یه غلام تعلقی هستن باغ پازر خاک مملکت منینگه منی هستن من 3 سال گرفتار سهر پولازر دی بیتنگو بعد هنی که قدم به مملکت من که لی رعیت و ایان دولت منی هم به حاک بوسا یعنی سنبه تی مرکب حاضر به من هم که پادشاه آن هستون هنو درست شری سرا تمام دیدار من نکتگم شما بخاطر من که نوکر با اخلاص شما هستون مرچی چراوگا منصرف ببه یعنی مره و به حمدلله دشمنی هم که پیش روح هم نیستیم بنده مرخص بکنه تا عمرا و بزرگان مملکت خبر بکنو تا خدمتی که چه دستا منیگه برکیتین بجا بیارو امیر ارسلان التماس فریاد ملک شاپور قبول کد 3 روز با یا مولتی داد ملک شاپور چه اردو اقبال شاه اپریتی گردنا سوار بیت به دشت سپاه پیش وزیر و امیران که چه صورت سنگا نجات حاصل کتا بیتکتن دیم داد که ماه منیر به شهر پازار ببرن و در مورد تشریفات امیر ارسلان دستورانی لکت بحرمی دیم داد با مات وط منظر بانو هم دستورانی داد و به شهر پازاری دیم داد منظر بانو و کنیزان چه دنبا کارا و تی ربط ملک شاپور هم به درگاه ربط اجازه مرخصی گفت و پشت سر آنها عازم شهر پازر بید. در مدت 3 روز تدارکان لازم که انجام هسته انجام دادن روز سوم به گردن اپریتی سوار بید به خدمت امیر ارسلان ربط در برابر تعظیم کت و عرضی کت قربان به هر وقت رای مبارک قرار بگیری به باغ پازر تشریف بیاری امیر ارسلان شاباشی داد و گوشتی دیگه مجال درنگ دیگه دیر مکن بفرما که مرکب بیارن حاضر بکنن در ساعت مقرر در ساعت شوکین
نیکی مرکبان بادربتارین چه بارگاه حاضر کتا امیر ارسلان و اقبال شاه و شاروخ شاه و ملک شاپور آصف وزیر شمس وزیر سوار مرکبان بیتن براه کردن. کمو که ربتن چه دور و تیمنه سبزی باغ زهر سبزی باغ پازار ظاهر بیت تو امیر ارسلان همه که چمی با سبزی و باغ کپت شکر خدای بجارت ربتن تا با باغ رستن ملک شاپور عرض کو اول داخل باغ به یا بشار روین. امیر ارسلان اگه اول با باغ روین که یه اقدار چه پیشا چست بکنیم بعد با خاطر جمع وارد شهر بین. ملک شاپور تعظیم کو دیما کپ در باغ پچ کو امیر ارسلان و دیگران دست به مرکبان کتو و جا پیاده بیتن قدم ما خیابانم باقی یرک و ربطان تا پا پاد کسر رستن که در آن کسر معلوم نیستن و که هاکستر پولازدر وای ماته و جا یه پچه کتن ما آب توکه تشت که توکه رد کنته آب با کسر سرا آپاشی کو رد کنته پاشتنته یا بخاری چه کسرا چست بی نزدیک نیم ساعت آواز عجیب و غریبین به گوش رسید و تمام دران کسر نمودار بیتن. امیر ارسلان کسر باز شوکین سه مرتبه دیتین سه طبقه که تالار و گرفه نمودار. امیر ارسلان کسر وشی باز شرره دیتی و همه پیما گوشوار و گرپا و گوشوار و ایوان منظر عالی هسته. هوچ سر امیر ارسلان رب دیتی کسری هستین چو خلوتگه یار بود بنای فراغش معمار حسن چشمک زن ایوان درش عشق جاروب کش ره گذرش. امیر ارسلان قدم با پله کسر ایرکو پشت سر اقبال شاه و شاروخ شاه ملک شاپور و آصف وزیر شمس وزیری جمعی چه امیران قدم پلان ایرکو برزا ربتن در طبقه اول هر یک که با اتاق رب امیر ارسان تک و تانا چو گنوکان پیما دینا و گنوکوار با دنبال ملک آپا که به هر طرف گشت ناگهان در حین گرده چمی بر در بسته کپت که کپل مزنی آیا ماننده یک کره شطوری با یه جتانچه مزن کپری اندازه کرگ یوش هشتری پیش رفت و بزاوک و تمام کپری پچ کو جو خمیر پیماوش به هم پیچتی دری پچ کو بسم الله گوشت داخل بید داخل اتاق بید اتاق کسانه و دیدی که در آیا پرش پچ کو تگو هیچ کس آیتو کنیسه در یک طرف در دولا دلائه کوچکین دی کسانی دیتی کپلی دیگه مزنی بایی سر جاتا بیتگا دیما رفتا کپلی پر به یک طرفی دورده دری هر دلاب که پچکو وجه ناگان چمی با یک انتری کبی حیکلین درست حدین مزن حدین و جسه آیی چو استر بزرگ یکب که چار زنجیر گنزندین بایی گردن و هر دوم دستان محکم با پشت آیه بسته به طوره که اگر تکان بارتین تمام حدنا سینه آیه خورد ببندین و وجه هم با مز ای که چم امیر ارسلان به ای جسه انترکب پشت لرزت و تمام غریبی در دلی که راه رفت همه که در پچکو انتر حرامزاده که اول کمو که تکلا کت بعد دست پاچه بی لیکن تا که چم با امیر ارسلان کپ سر جای وقت آرام گفت و با خیره خیره حیران حیران سر تا پاد امیر ارسلان لگه چارگا طوری که یه برگا ماجره برهمی جت و چم بسورین امیر ارسلان اوشتاد چه دور انتری تماشا کت با فکر توکر ربطه بیده که ای حیوان پرچیه در جای چوشین محکم زندانی کتر ایک چی کتر که ناگهان چه انتره آواز مهیبین فریاد در آرد برسی
ای امیر ارسلان بن ملک شاه رومی، سلام علیکم جوان، خوش آمدی. خیر مقدم، هر کسی در این خانه پا میگذارد قدم بر سر چشم ما میگذارد. سالها سال انتظار قدم مبارک تی بیتگم، پیش بیا دستان منی پتی دامنم، منا چایی بنده نجات بده. آچ جان امیر ارسلان درد گموتی گوشت، ای دل گافر یان تر گوما چه آشنایی هستی، منا چه کجا پجا کاری، نباد پری باشی برون که بد ذات حرام زاده که چمان چی ای ولدن زنا گوارگیم، یعنی بیگیرتی حرام زاده که چمان چی زاهرین. معلوم هستین که سکین حریفی هستین که به این محکمی بسته گی، من فکر آئی که پدا انتر صدا جد، ای مرد مردانه و ای شیر پرزانه، ای امیر ارسلان که دلیران کاف چه حیبت تیگات آبدار شب در جامعه وطیق واب و استراحت نیستین، ترا با خدا پیش بیا و من مظلوم چه بند ظالمان پچ کن، اگر در دنیا متونو تلافی بکنو همی پیما نه که در آخرت چه خدای من عوضاتو گره چو هوران بحاری پا گریوگا لگید. گریوگا لگه دل امیر ارسلان به حالا یه صوت دیما رفت گوشت، ای حیوان اول بگوش بگندو تو کای و چکاریه، بچه ترا در ادا زندانی کتا، گناتی چیه که به ای اقابتا تو گرفتار بیت گئی. انترا گری تو گوشت جوان، اول دستا منیگا پچ کن سرگزار چا وطیگا تیواستا بیان کنو. امیر ارسلان محال هستن تا ترا پجا میارون تو کئی بند چه بنده تیگه ما جس نکنو، دیگه من پری با کسی نورو. انترا گوشت ای پادشاه، من کئی کچک بون که بتونو ترا پری بدون، بزن که من چه بندگان خدا و چه جنس پریزادو صد سال در فلان گار که نزدیک شهر پازار هستیم به عبادت حق تعالی مشغول بیتگون، روی چه پولا زره گذر به درا گاره کبتا، چون حرامزاده ابلیس پرسته بیتا منا چه سر سجده آرتگی به علم سر به صورت انتری منا درارتا، ادا زندانی کتا. امیر ارسلان هر چه فکر کو هیچ یک چه یه حبر آئیه به دلا ننشت، لبخند جتی برسی باز کو منا چه کجا به اسم رسم پجا کاره تا منا دیت نام منی گوشت. اب انتر اگوا چه پولا زرا دیب مقرر عشقتون، گیر چه امیر ارسان رومی کسی نتون تلسم پازارا مثلا بپروشی، ترا که دیتون پجا آرد که امیر ارسانان. امیر ارسان اگوا من درست نزانو تو راست باشه یا دروغ، ترا با بند و زنجیر پیش پادشاه پریزاد برو که همراه منی هستن، اگر ترا پجا آرد راحت کنو. انترا ناچار قبول کو. امیر ارسلان پیش رفت، چار میخ طویلین که چار طرفا گوشه اما اتاق جتکتن سر زنجیرانی به دست گه انتری چه آ اتاقا چه دولاب چه چه دانا کشیتی و من دیما انتر ما پشت سر به دست بسته رمان بیت که چه برابر اقبال شاه و یاران رسید. امیر ارسلان چه آن احوال جست کو، تمام آگوش تمام دران پچان، ولی ما هر چی جست جو کنیم ملکه ندیتا، ملکه ندیتا. وجه شی امیر ارسلان کسل بیت، اقبال شاه گوشت پرزند ای انتر کجا بیتا. امیر ارسلان تمام حبران که آیا انترا گوشت کتن بازگوی کتن، گوشت چی گوشی که چه آبدانی که پریزادون پولا زره دی و به سبب خدا پرستی منه به صورت انتر درارتا و زندانی کتا. آسب وزیر و اقبال شاه و شارک شاه گوشت، ما تمام ریاضت کشان و آبدان طایفه پریزاد پجا کاریم، یک کجام عابد هستیم، پیش رفتن هرچی احوال جز کن نشانی لوٹه انترا حرامزاد که طور دیگه جواب داد. آسف وزیر به ملک ارسلان عرض کو، قربان به ما ایشی چمان چه یا انتر حرامزادگی من گوارگیم، گمان ندارو ای خدا پرست بی راست بگوشه، البته یک چه اپریتان
ابریتانی که به دست پولازره دیو گرفتار میده. آبدان ریاضت کشان یک مشت هدیه گیش نیا. اگر گیر پولازره دیو بکپن جز یک زنجیر بند دیگه با آن نیلی. ای اگر ای انتر که به ای محکمی بسته ترس چایی بیتگی. حتما یک چه شجاعان روزگار هستیم. امیر ارسلان هم گوشت وزیر من و تو هم آثار راستی و خوبی در صورت ای حرامزاده نگندم. هنی باید گوه ای بند و زنجیران ببیدن تا ملکه در بگیدن. حواس منی جمع ببیدن بگندم که این و چکاره هستیم. هرچی آصف وزیر و شمس وزیر ادگران اصرار کو قسم داد که زحما بجن با کمره ای حرامزاده که بکشی. امیر ارسلان قبول نکو و گوشتی حالا راست دروغ معلوم نه. آی حبرا چه معلوم نه. هر چار میخی در گوشه ایوانوشی موکم کو بتن تی جتن تی بزمین نا. امیر ارسلان و یاران دوباره با ایوانا نشتن چند جام شراب نوشتو حبر کو تا وقت که یکی سوار عرصه کارزار عالم دلتنگ بیتو از منزلگاه مغرب کد. شب آمد کمر توده بر خاک بست. عطارد دوات مرکب شکست. شب به سر دست درد شم چراغ بازین مایوان کسر پازه را روشن کتا. تمام به سر امیران چه باد ناب که گرم بی ناگان کترات عشق چو دانه مرواری چه چم امیر ارسلان رچگا لگتا. لگه وجه گله و زاری که کلی که پرتابی چه سر کبا دنه کتو فریاد کو که ناگان صبح صادق سر زد از چاک گریبانش. دست انداخت گریبان صبوری وشیدن دامونا فراغ وطی وشید چاکی جد چو ابر بهار به گریوگا لگه. اقبال شاه و شاروخ شاه گوشت پرزن ترا چی بیتن که ناگان آنان طاقت سب چه دستا تیگه دننا رو. یه طور گریوه که کلم میتو سود آس با جان میتو جتا. هزار جان ما با قربان یک میده تی بی بی. امیر ارسلان اگوارش ای پادشان دست چه سرا منیگه چس کنی. در ای دنیا بدبختر و محنت کشتر چه ما کسی نیستی. چه تاج و تختی که با خون دل و زحمت به دستون آورد. به عشق یه جنک فرنگی چه دستون دا. مدت سه سال هستیم که تاک آبروی جنک سختیان رنجیان رنجون کشته. تمام حاک بنی آدم و پریزاد و جان بن جان گشتمون دلون. به ای خوش بیتا که یارون در باغ پازر هستیم. ای هم باغ پازر و قصر پازر. پس کجا ملکا آپاک یکین زانو که پارک لکا وطی وطاری کشته یا پولا زره و یا ماتا آیا کشته. و چه زندگی من بعد چه پارک لکا سمری نیستیم. اشی گوش چوب هوران بحاری با گریوگا لگه و آس پا جان شارکشا و آسپ وزیر کپ بنای نصیت دفعه وطی پچ کو سوج دار نصیت کو امیر ارسلان. امی آصف وزیر در رمل و اسلاب چارتی قسم یاد کو فرزند به جلال خدا قسم ملکه آپاک زنده و سلامت هستیم. در میان همه کس زندانیه. ما این شبی دن صبح نوابسیم. انشالله ملکه درگیجی. آه کدر امیر ارسلان نصیت کو تا دیگه گریوگی بند کو. بعد چه ساعت صبح پچ کو شام حاضر کو. امیر ارسلان و یاران و شام وارد دست ششتم. بچه نوشک کعوه و کشک کلیان و وجه امیر ارسلان چه جاگه پاده به اقبال شای گوه. من دیگه طاقت نندگو نیستیم. پاده که بگردیم. تمام پاده اتکن اقبال شا و شاروخ شا و ملک شاپور و آصف وزیر شمس وزیر ده نفر چه امیران هر یک که چراغ به دست گفت به یک گوشه لگتن گردش کنگا. در اتکن دو تا بکت کسره چه چیره چه بگرده برزه تمام گشتن. لیکن اثره چه ملکه نیسته. امیر ارسلان دمیدم کست خودکشی
امیر اسلام شی تات لوٹی کاستو خودکشی بکن که شمس وزیرا آئی ملامت کو آصف وزیرا بڑھ جمع چه دانا که نگاه کنو کسر پازر سه طبق هستن پرچه توکا که کانی هرچه ترین دو طبق گیشتر نه باید صاحب کن راه مرتبه سوم باید در بگیجی یکی زان و ملکه در طبقه سوم هستن امیر ارسلان هم گوشت راست باشه لیکن هرچی ما گردین راه چیزی پیدا نبی آصف وزیر گوشت انشالله که پیدا بی امیر ارسلان نوشت دریگ چه راه دور و رنج بسیار ملکه آپاک هم مگه یک بار دیگه من پا وابا بگندو افسوس که تمام زحمت ها منی به هدر رفتن ای کاش به دست پولا زره دیو یا ای ماته کشک بیتنو خنجری کشت پدل ورتی بوتی لاپا بجن چه تاک تالا را صدای درد پنجره چمی تالا را یا آواز چست بید که ای ملک ارسلان شاه رومی من چه کاری مشغوله خنجره دور بده عالم یا خراب مکن آدم عاقل هیچ بر کست جان وات نکن من به چیره بیاره تا بگشون چه باید بکنی آصف وزیر خنجر چه دست امیر ارسلان گپ و تمام حیران بیتن که ای آواز چه کجا پیدا گی دوباره صدا چست بیت که بر سقف اتاق نظر کنی منو به چیره بیاری سر رشته ای تلس در دستا منینگا هستی مجھے چاروں کلپ چنچو بھی ہوں بس ایک دکھتے ہیں بلڈ راو بڑا کم کیا بس ایک دکھتے ہیں شما گوشت داری سارگار میں دران دی واب مکر پی نا شما شے گوشت داری چھو واب کپی شما شے واسی شے دیم دان شما سارگار میں دران دی واب نکپی سلامات باتی اللہ میرے اللہ حافظ گوڈ نائٹ شب بخیر گوڈ نائٹ شب بخیر شب خوش شب بخیر سلامات باتی اللہ میرے اللہ حافظ